سلام من دکتر امین حسینی هستم و میخوام در رابطه با داشتن رابطه عاطفی با شخصیت نمایشی با شما صحبت بکنم پس اگه شما با یک شخصیت نمایشی در ارتباط هستید ازدواج کردید رابطه عاطفی دارید یا میخواین با یک همچین شخصیتی وارد رابطه بشید یا ازدواج بکنید حتما تا انتهای این فایل گوش کنید اول بذارید فهرستی از مشخصات شخصیت نمایشی بهتون بدم این مشخصات عبارتند از اینکه اونا در موقعیت هایی که مرکز توجه نباشن احساس راحتی نمی کنن. از لحاظ جنسی دیگران رو ترغیب و وسوسه می کنن. رفتاری سطحی دارن که سریعا تغییر میکنه از ظاهرشون برای جلب توجه دیگران استفاده می کنن. صحبت هاشون سبک امپرسیونیستیه و جزئیات نداره رفتار نمایشی مبالغ آمیز و تاعتری دارن بسیار القاپذیرن فکر میکنن که رابطه شون سمیمیتر و پرحرارتتر از اون چیزیه که واقعا هست خب آیا این ویژگی ها شما رو به یاد پارتنر فعلیتون یا کسی میندازه که باش قرار میذارین؟ آیا زمانی که شما با این شخص هستید احساس می کنید که عقاید افکار و کارهاش پایه و اساسی نداره آیا پارتنرتون دائما احساس میکنه باید مرکز توجه دیگران و گل مجلس باشه زندگی با تیپ نمایشی باعث سرگرمی اما خسته کننده است تحریک کننده اما سطحیه این بخش رو خوب گوش بدین تا در مورد بیماری شخصیتی نمایشی بیشتر اطلاعات کسب کنید و اینکه رابطه شما با چنین شخصی ممکنه به کجاها بی انجامه. آیا این جمله رو شنیدید که تبل تو خالی سر و صدای زیادی داره این خلاصه شخصیت نمایشیه شخصیت نمایشی به معنای سر و صدای زیاد اما جوهره کمه این شخصیت ها از لحاظ احساسی در اوج هستند و میخوان مرکز توجه باشن اونا از مسیرشون خارج میشن تا تضمین کنن که مورد توجه دیگران هستن و در صورتی که توجهی رو که مستحق اون هستن دریافت نکنن شدیدا عصبانی میشن این گونه افراد از احساسات بالایی برخوردارن و تا زمانی که کارها خوب پیش بره عالی هستن اما زمانی که تیپ نمایشگر مورد توجه نباشه بسیار نیازمند و فرار جلوه میکنه پارتنر یا همسر نمایشگر ویژگی راحت بودن با ظاهر و رفتار پرزرق و برق رو داره منظور من از این حرف چیه معمولا اشخاصی که سبک نمایشی دارن لباس زرق و برقدار و جذاب میپوشن و نسبت به ظاهرشون وسواس زیادی نشون میدن هیچ چیز به اندازه توجه دیگران اونا رو راضی نمیکنه. بنابراین زمان زیادی رو صرف میکنند تا آخرین مدها و بهترین لباسها خوراک و خریدها رو داشته باشن. اونا از ظاهر دیگران به گونه هوشمندانه آگاه هستند و میخوان مطمئن بشن که ظاهری بهتر از دیگران دارن و دیگران این مسئله رو قبول دارن. پارتنر نمایشی تشنه توجه و استقباله اگه تعریف و تمجید در کار نباشه اونقدر تلاش میکنه تا به اندازه کافی توجه دیگران رو برانگیزه. اونا دوست دارن که گل مجلس باشن و اگه این اتفاق نیفته رفتار عجیب و غریبی نشون میدن اونا صحنه هایی رو ایجاد میکنن که مطمئن بشن مورد توجهن. هن. پارتنر نمایشگر یا تئاتری ظاهر خیره کننده ای داره رفتارش مبالغه آمیز و ظاهرش پرزرق و برق و نمایشیه شما چنین فردی رو در جمعیت گم نمی اونچه مشخصه اینه که سبک و ظاهر شخصیت نمایشی فقط یک روی سکس اون چه که در ابتدا توجه دقیق به لباس و رفتار سرشار از تمدن به نظر میرسه سریعا مشخص میشه که فقط فریادی است برای جلب توجه مشکل اینجاست که لباس و رفتار پرزرق و برق لی این شریک های عشقی فقط برای همسر، دوست یا پارتنرشون نیست، بلکه برای دیگران هم هست. کاملا طبیعیه که این افراد برای هر کسی اشوگری میکنن و رفتار دوستانه نشون میدن. به خاطر داشته باشید که این برای جلب توجه و شناخته شدنه. رفتار شهوانی و سکسی و اشوگری مقابل شما یک روش آزمایش شده برای اینه که دیگران حد اقل برای مدتی هم که شده شیفته اونها بشن بازی شخصیت های نمایشی اغلب اقراق آمیزه اونا دوست دارن که مانند خوراک و شرابی برای دیگران باشن تا وسوسه و شهوت ایجاد کنن اونا عمیقا به نزدیکی با دیگران اهمیت میدن هرچند رابطهشون بسیار سطحیه و دوست دارن از طریق عینکی رنگارنگ به رابطه نگاه کنن این افراد سریعا به سجده میافتند و شیفته نامزد یا همسر میشن اونا ایده ای اساتیری در رابطه دارن که میتونه برای دیگر افراد ساده لوحانه و احمقانه باشه اونا سریعا از خط آشنایی با مردم میگذرن و به دنبال سمیمیت بیشتر میگردن که برای اغلب مردم در ابتدای رابطه مناسب نیست برای مثال تیپ های نمایشی اصرار دارند که پزشک اونها و یا دیگر افراد متخصص در حیطه کار نام کوچیکشون رو صدا بزنه اونا به کوتاه کردن نام خیلی علاقه دارن و میخوان بقیه بدونن که اونا چقدر مردمی هستن البته این رفتار صرفا راه دیگری برای جلب توجه افراد نمایشی از ارتباط با دیگران برای اغنا و جلب توجهی که به دنبالش هستند استفاده می کنن. شخصیت های نمایشی به درد صحنه می خورن. اونا بازیگران خوبی هستند و به راحتی بهترین نقشی رو که در لحظه براشون مناسبه بازی می کنن. این رفتار در حرفهاشون منعکس میشه. اونا افراد بوغلمون صفتی هستند. بدون اینکه بفهمن برای جلب توجه دیگران در یک لحظه رنگ عوض میکنن حرفاشون اغلب سطحی و دمدمیه و احساساتشون بسته به موقعیت در نوسانه زمانی که در مورد یک شخصیت نمایشی فکر میکنیم اصطلاح ملکه داستان به ذهن میاد به همه بازیگرانی فکر کنید که چنین حالتی دارند و سپس در مورد اینکه چقدر برای این افراد داشتن یک رابطه ی طولانی مدت دشواره بسیاری از بازیگران هالیوود شخصیت های نمایشی هستند و بسیار نادرند تعداد افرادی که از این گروه ازدواجشون پایدار باشه به نظر میرسه که رابطه اونها با هر فیلم و ستاره جدید تغییر میکنه از اونجایی که شخصیت های نمایشی نیاز به هیجان و برانگیخته شدن دارن به راحتی میشه تصور کرد که موندن در کنار پارتنر قبلی براشون کسالت آوره نهایتا شخصیت نمایشی به ندرت افکار یا ایده های شخصی عمیقی از خودش داره عقیده های شخصی چنین فردی در طول زندگی پیرامون مدیریت و کنترل ظاهرش بوده تصور کنید که شما اونقدر دقدقی جلوه ظاهریتون و تایید دیگران رو داشته باشید که نتونید افکار یا تعهداتتون رو به سرانجام برسونید پارتنر نمایشی بسیار القاپذیره افراد نمایشی زود باورن و با کمترین شرایط اون چرا دیگران میگن باور میکنن افکار و عقاید دیگران رو با افکار و عقاید خودشون یکی میکنن بنابراین در پشتیبانی و حمایت از این افکار با مشکل روبرو میشن های عمیق درباره باورهای تثبیت شده از نظر این افراد بیمانیه و اگه چنین فردی رو به بحث و چالش بکشید احتمالا عقب نشینی میکنه و ایده های پارتنرش رو میپذیره خب چه چیزی شخصیت نمایشی رو تشکیل میده؟ چجوری یه فرد تبدیل به شخصیت نمایشی میشه که مدام در جستجوی توجه دیگران این یکی از بیماری های شخصیتیه که کمتر از همه مورد مطالعه قرار گرفته ما میدونیم که این بیماری بیشتر در خانوم ها مشاهده میشه برخی فرضیه ها در مورد این سبک شخصیتی وجود داره تجربه درمانی در مورد بیماران نمایشگر نشون میده که اونها در خونه های بزرگ شدن که روی کرده سرپرستی با ثباتی وجود نداشته و بی توجهی رو تجربه کردند و همچنین پاداش هایی به صورت دورهی برای رفتار نمایشگری به اونها داده شده اونا به اندازه کافی توجه و مراقبت مادری ندیدن و در نتیجه مجبور شدن با جلوگری نیازهاشون رو برطرف کنند. افراد نمایشی اغلب به خاطر داشتن زرق و برق و نمایشی بودن در زمان کودکی تشویق و توجه زیادی رو به خود جلب کردند. در سنین اولیه شخصیت های نمایشی یاد گرفتن چجوری دیگران رو اقوا کنند تا به اونها توجه داشته باشند. نهایتا بسیاری از بزرگ سالان نمایشی یک مدل نقش نمایشی در خونه به عهده داشتند و یکی از والدین اونها هم خودنمایی و جلب توجه می خب حالا بذارید ببینیم شخصیت نمایشی به عنوان شریک زندگی چجوریه شما ممکنه ندونید که در رابطه با پارتنری هستید که مانند یک شیشه ی عطر بدون در پر از احساسه ارتباط با چنین شخصی یک حالت دوبینی و دوبخشیه ممکنه نامزدی داشته باشید که واقعا میخواد با شما در ارتباط بمونه و جذب شما شده با این وجود تشنه تشویق و تمجید از طرف شما و هر کس دیگه ایه که با اون برخورد میکنه سال مهم اینه که آیا شما به اندازه کافی انرژی دارید که با حالتهای متغیر نامزدتون سازگار بشید و همینطور پوستتون به اندازه کافی کلوفت هست که موقعیتهای اجتماعی گیج کننده ای رو که این نامزد همسر یا پارتنر براتون ایجاد میکنه تحمل کنید جذابیت اولیه نامزد نمایشی احتمالا مانند یک پتک ضربه میزنه ناگهانی بیخبر و عمیقا پرحرارته شخص نمایشی به سراغ شکارش میره با سماجت یک سگ شکاری عمل میکنه و تا زمانی که شکارش رو نگیره از پا نمیسته وقتی شما به چگونگی ایجاد این رابطه فکر میکنید با خودتون میگید خیلی زود جدی شد در ابتدا شخص نمایشی کاملا در دسترس و واقعا سرگرم کننده است اونا به دنبال احساسات شهوانی هستند بازی با هر چیزی برای نزدیکی و صمیمیت بسیار مناسبه حتی اگر افشای رازهای مهمشون باشه شخصیت های نمایشی به آشنای جدید کمک میکنن احساس آرامش بکنه و افراد مختلفی گزارش شدن که از ابتدا احساس می کردن شخصیت نمایشی رو برای همیشه شناختن پارتنر نمایشی تصور میکنه نسبت به اونچه که واقعا به نظر میرسه رابطه ای صمیمی و نزدیک تری با دیگران داره اون به سرعت وارد رابطه جدید میشه و اطلاعات شخصی و عشقیش رو افشا میکنه شخص نمایشی در رابطه جدید پر حرارته و عمیقا احساس تمایل می کنه. به خاطر داشته باشید که نامزد نمایشی فانتزی های عاشقانه ایدوال و پرحرارتی داره به راحتی ممکنه وارد چنین شروع حرارتی شد با وجود اینکه ممکنه به راحتی هم لگد مال شد وارد شدن به رابطه با پارتنر نمایشی به این معنیه که باید آماده باشید انرژی زیادی رو صرف نیازهای احساسی این افراد کنید پارتنر نمایشی بسیار احساساتی و گاهی کاملا فراره اون از طریق توجه و تشویق نیازهای احساسیش رو برطرف میکنه اما ممکنه اونقدر نیازمند بشه که با عزیزانش هم بیگانه بشه احساسات او به راحتی آسیب میبینه نامزد نمایشی کوچکترین ضربه ها رو آسیب جدی و عمدی تلقی میکنه زمانی که احساساتش آسیب میبینه ممکنه بر سرتون فریاد بزنه و گاهی در انظار با شما دعوا بکنه این سیکل رفتاری رنگ فریبکاری هم به خودش میگیره شخصیت های نمایشی از سنین پایین یاد گرفتن که چجوری جلب توجه کنن اونا نه تنها دل جلب توجه شما رو میخوان بلکه به جلب توجه همگان نیاز دارن آشکارا بگم شما در رابطتون به سختی میتونید موفق بشید در طول زمان مرتبا متوجه میشید که نیازهای نامزدتون پایان ناپذیره در پارتی ها نامزدتون پر زرق و برق، اشوگر و شهوانی ظاهر میشه. او میخواد مالک اصلی صحنه باشه و تسلطش رو بر اون حفظ کنه. این مسئله موجب سرگردونی میشه و باعث میشه که شما احساس ناامنی کنید و نادیده گرفته بشید. عباد مختلفی در این شخصیت ها وجود داره که غیر واقعی و ساختگیه یکی از این ابعاد ماهیت رابطه ای اونهاست اونا افرادی نیازمند به نظر میرسن علاوه در حفظ روابط احساسی معنادار و عمیق مشکل دارند. شخصیت های نمایشی در عشق بی هستند و زمانی که شما درگیر چنین رابطه ای میشید متوجه سطحی بودن رفتارهاشون خواهید شد به این خاطر که شخصیت های نمایشی ظرفیت تعهد عمیق و مستمر رو ندارن به علاوه یک فرد به تنهایی نمیتونه اشتهای سیری ناپذیرشون رو برای توجه و تحریک شدن ارضا کنه پارتنر نمایشی ممکنه با رفتار اشوگرانه و شهوانی بیپایانش شما رو شدیدن عصبانی کنه یک حس آزادی و ولنگاری در عینک دوبینی و نمایشی شخص نمایشگر وجود داره زمانی که شخصی اینقدر متوجه خودشه و منحصرا به رفع نیازهای خودش فکر میکنه طرف مقابلش به حال خود رها میشه و نادیده گرفته میشه یه عامل جذب شدن به این افراد باز بودن و رکگویی اونها در رابطه است اما به ابتدای کار فکر کنید آیا اون بحث های با معنای عمیق واقعا درباره شما بود و آیا لحظه مشترک توسط او بیشتر صرف فریب دادن شما با داستان ها و اشوگری ها میشد آیا توجه کردید زمانی که چیز مهمی در نظر دارید بلافاصله نیاز شما کنار گذاشته میشه و نیازها و احساسات پارتنر یا همسرتون سریعا جای اون رو میگیره آیا توجه کردید که در طول زمان بیشتر در مورد این صحبت میشه که چجوری پارتنر یا همسرتون صحنه مرکزی رو تصرف کنه؟ این سالها برای این تر شد که به شما کمک کنه خودخواهی و ولنگاری رو که مشخصه اصلی شخصیت های نمایشیه بشناسید. بوده دیگه این سبک شخصیتی که قابل توجه فقدان رابطه با همجنس یا داشتن روابط محدود با اوناست. افراد همجنس معمولا از این تیپ های شخصیتی اجتناب میکنن اونا به خاطر احساس خطر در رابطه خود و همسرشون ارتباط رو با شخصی که رفتار اشوگری داره و لباس های تحریک کننده میپوشه قطع میکنن در نتیجه افرادی که به شخصیت های نمایشی نزدیک میشن از جنس مخالف هستن با توجه به نیازهای بی ثبات شخصیت های نمایشی اونا معمولا آشنایان زیادی از این دست دارند. اگه شما پارتنر یکی از این شخصیت های نمایشی هستید ممکنه به طور طبیعی روابط جنس مخالف متعدد این شخص رو تهدید کننده ببینید ممکنه مجبور بشید به خاطر رفتارهای نامناسبش مدام به دیگران توضیح بدید و معذرت خواهی بکنید رفتار و لباس نامزد شما از چشم دیگران پنهون نمیمونه اگه دیگران به اون توجه نکنن نامزد نمایشی راضی و خوشحال نخواهد بود تو خالی بودن پارتنر شما رفتار دمدمی و نیازش به توجه دیگران میتونه اون رو از شما بیگانه کنه و باعث سردرگمی کاملتون بشه خب چرا من تا این حد جذب شخصیت نمایشی شدم؟ این سآلیه که الان میتونه توی ذهن شما باشه الان ممکنه تعجب کنید که چرا شما جذب چنین فردی شدید که اینقدر نیازمند مراقبت دائمیه شاید از خودتون بپرسید این مسئله بیانگر چه چیزی در مورد منه چجوری میشه عاشق کسی بشم که اینقدر سطحیه اینا سوالات خوبی هستن همچنان که مرحله بعدی رو در رابطتون تعیین میکنید به این سوالات پاسخ بدین اگه شما شروع به قرار گذاشتن با چنین شخصیتی کردین یا قبلا در چنین رابطه عمیقی فرو رفتین الان میدونید که نیازهای شما به خاطر اولویت پارتنرتون برای مرکز توجه بودن برآورده نمیشه تعاملات نامزدتون معمولا با جنس مخالفه و از لحاظ جنسی ترغیب کننده و حتی تحریک کننده است و خودش هم گاهی موقع شاید بیان کنه که تعداد دوستان همجنسش کمه یا با همجنسانش به راحتی نمیتونه وارد رابطه بشه نامزد شما نمیتونه احساسات با دوام و عمیقی نسبت به شما داشته باشه پارتنر شما از ظاهرش برای جلب توجه همه استفاده میکنه پارتنر شما یک سبک غیرواقعی واقعی نمایشی و تئاتری برای ارتباط برقرار کردن داره شما میتونید به راحتی در افکار، احساسات و ایده های پارتنرتون نفوذ کنید پارتنرتون سایر روابطش رو هم عمیقا صمیمانه میدونه در رابطه بودن با شخص نمایشی به این معنیه که شما ضرورتا میخواین پارتنرتون رو حداقل از لحاظ احساسی با هر کس دیگه ای که جلو میاد به اشتراک بذارید خواه یک دوست خوب، یک آشنا یا یک غریبه کشش به سمت فردی که اینقدر نیازمند و خودشیفته است چه چیزی رو در مورد شما ثابت میکنه؟ صرف نظر از رفتار پارتنرتون شاید شما در این رابطه احساس امنیت میکنید یا شاید شما هم مثل پارتنرتون در روابط عمیق و متعهدانه مشکل دارید برخی بررسی ها در مورد اینکه آیا شما واقعا آماده ورود به یک رابطه با دوام و رضایت بخش به طور دو جانبه هستید یا نه در این مرحله لازمه واضح تر بگم برخی از ما رابطه ای رو که نیاز جنسی مو رو برآورده کنه به رابطه ای همراه با برآورده شدن نیازهای عاطفی ترجیح میدیم اگه داشتن رابطه ای فیزیکی شهوانی مورد قبول برای شما در این دوره از زندگی کافیه ممکنه جذب شخص نمایشی بشین واقعیت اینه که این رابطه هیچگاه شما رو فراتر از افسونگری های ناشی از هیجان جنسی و عاشقانه جدید نخواهد برد اگه متوجه بشین که خودتون نیازهای روحی و احساسی ندارید و یا فاقد چنین ظرفیت هایی هستین ممکنه کاملا راضی باشین اگه علاقمند به رابطه دو جانبه هستید که در اون هر دو طرف در نیازها، تمایلات و احساساتشون سهیم هستند و این خواسته به صورت یک نواخت توضیح میشه اون موقع باید به این نتیجه برسید که خودتون رو آزمایش کنید که چرا کسی رو انتخاب کردید که نمیتونه این نیازها رو برآورده بکنه کسانی که الگوی انکار نیازهای خودشون رو دارن ممکنه برای اونهایی که نیاز فراوان دارن جذاب باشن پارتنر یا همسری که نیاز به مراقبت زیاد داره شخصیت های نمایشی میخوان کسایی رو از میان ما انتخاب کنن که دوست دارن فدای دیگران بشن و نیازهای خودشون رو در مرتبه دوم قرار بدن البته شاید خود شما هم نیاز به مراقبت زیادی داشته باشید و جذب کسایی میشید که ظاهرا به شما اهمیت میدن ممکنه این سبک زندگی نمایشی رو تحسین کنید و تشنه مرکز توجه بودن باشید احتمالا این ضرور مسئله رو شنیدین کبوتر با کبوتر باز با باز هنرپیشه ها معمولا جذب همدیگه میشن چون اونا به تکانه ها و نیازهای نمایشی آشنا هستن و اون رو میفهمن این ممکنه در مورد شما هم صدق کنه به ویژه اگه به شخصیت نمایشی و قرار گذاشتن با او تمایل داشته باشید یک توضیح نهایی برای الگوی جذب شما اینه که هرچند به دنبال احساسات جنسی نیستید اما ممکنه جذب افرادی بشید که این چنین هستن ممکنه به خاطر شهوت و زرق و برق پارتنر یا همسرتون در زندگی احساس هیجان پیدا کنید زندگی با احساس نمونه بودن از زاویه دید همسر یا پارتنرتون ممکنه شما را تحریک و وسوسه کنه آیا این میتونه به خاطر سرکوبی نیازهای درونی شما باشه که باعث میشه به دنبال هیجان و زرق و برق باشید؟ برخی از مردم میتونن مدتها در رابطه با شخص نمایشی پیش برند در حالی که فرد دیگه ای ممکنه احساس کنه این رابطه به سرعت رنگ و بوش رو از دست میده خب بذارید ببینیم زندگی با شخصیت نمایشی چجوریه در زندگی با شخصیت نمایشی میتونه این سال همیشه توی ذهن شما باشه آیا باید بمونم یا برم گرفتن تصمیم قاطع در مورد روابط صمیمی کاری دشوار و ترساوره با این وجود این تصمیم ممکنه به سرعت در مورد پارتنر، نامزد یا همسر نمایشی اتفاق بیفته. در این خصوص چنین سوالاتی ممکنه به ذهنتون بیاد. آیا امکان داره پارتنر یا همسرم تغییر کنه؟ آیا پارتنر یا همسر من ظرفیت کارآمد شدن و پختگی رو داره؟ آیا ممکنه نیازهایم برآورده بشن؟ این نشونه خوبیه. اگه از رفتار پارتنر یا همسرتون برای جلب توجه خسته شدین یا اگه احساس میکنید که دوستان و خانوادتون در مورد این رابطه نگرانن به ویژه از رفتارهای نمایشی پارتنر یا همسرتون عاقلانه است که درباره موندن در این رابطه تجدید نظر کنید مگر در صورتی که سطح انرژی و ظرفیت ستایش شما نامحدود باشه اگه عمیقا متعهد هستید یا با یک شخصیت نمایشی ازدواج کردین ممکنه به این نتیجه برسید که به هم زدن این ازدواج فعلا گزینه درستی برای شما نیست بعد از کلنجار رفتن با سوالاتی که من مطرح کردم ممکنه تصمیم بگیرید روی رابطتون با این فرد کار کنید اگه فعلا چنین تصمیمی دارید من میتونم راهنمایی هایی رو که برای رابطتون مفیده بهتون ارائه بدم اول اینکه مرزهای محکم و مشخصی تنظیم کنید. مثل هر چیز دیگه در زندگی باید محدودیت‌های خودمون رو بشناسیم. این مسئله به ویژه زمانی که در رابطه با شخصیت نمایشی هستیم صدق میکنه افرادی که شخصیت‌های نمایشی دارن، گاهی بدون اینکه خودشون متوجه باشن، محدوده و مرزهایی رو مشخص میکنن این مسئله همچنان که اونها تلاش می‌کنند با جلب توجه دیگران نیازهاشون رو برطرف کنن، اتفاق میافته اونا چیزهای زیادی از شما طلب میکنن و مانند یک کودک حتی برای اینکه مرکز توجهتون باشن التماس میکنه این مسئله برای شما اهمیت داره که مرزهای خود رو از لحاظ فیزیکی و احساسی بشناسید تا چه حد آسیب و سردرگمی رو میتونید تحمل کنید شما باید بتونید مرزهای خودتون رو به گونه مثبت ابراز کنید زمانی این محدودیت ها به سرانجام میرسه که بتونید هویت خودتون رو حفظ کنید و از زیر سلطه این شخص رها بشید هنگام تعیین حد و مرز منتظر واکنش ها باشید با در نظر گرفتن چیزهایی که در مورد رفتار نمایشی میدونید باید انتظار داشته باشید که وقتی نامزدتون زمان و میزان توجهتون رو به او محدود میکنه خوشحال نشید زمانی که تصمیم میگیرید به خاطر یک رسوایی عشقی یا اشوهگری دائمی نامناسب از اون جدا بشید منتظر عصبانیت احساسات فرار یا حتی بدتر شدن حالت جلب توجه او باشید هاتون رو به گونه‌ای ثابت دنبال کنید به ویژه اینکه او باید با احترام به وفاداری و توجه دو جانبه با شما رفتار کنه راهکار دیگه ای که باید داشته باشید اینه که برای پارتنر یا همسرتون بازخوردهای دائمی فراهم کنید در طول زندگی با گذشت زمان شاید اونقدر با رفتار همسرتون یا پارتنرتون سازگار شدین که فراموش میکنید باید بازخوردهای مثبتی برای یکدیگه ایجاد کنید به علاوه ممکنه پارتنر یا همسرتون متوجه نباشه که رفتارش باعث ناراحتی و تنش شما میشه این فرصت خوبیه که درباره رفتارهایی که براتون با ارزشه و اونهایی که شما را عصبانی میکنه رک و راست باشید او نسبت به انتقاد فوقالعاده حساسه و بنابراین ممکنه کاملا به حرفهای شما گوش نده اگه با انتقاد به او نزدیک شدین ممکنه شدیدا عصبانی بشه در صورتی که اگه از یک موضع خونسا از لحاظ احساسی وارد بشید شانس گوش دادن به شما فوقالعاده افزایش میابه با وجود این بسیار مهمه که دائما در مورد اینکه چه رفتار او بر شما اثر میذاره به همسر یا پارتنرتون بازخورد بدین فراموش نکنید که باید اون دسته از رفتارهاش رو که برای رابطتون مفیده به طور مثبتی تقویت کنید مسئله کلیدی در اینجا فراهم آوردن بازخورد تو با مهربانی و دوست داشتنه بگونه ای که اون رو بشنوه و با شما همکاری کنه کار بعدی که باید بکنید اینه که سمیمیت و دلسوزی رو تشویق کنید سمیمیت و دلسوزی واقعی مهارت دشواری برای نامزد یا پارتنر یا همسر نمایشیه اگه پارتنر شما نمایشیه اونقدر جذب خود و نیازهاشه که هر چیز دیگه ای رو خارج از اون درک نمیکنه. با پذیرش این حقیقت که همسر یا پارتنر نمایشی ظرفیت محدودی برای ارتباط عمیق و واقعی در رابطه داره و با توجه به این نکته که بیان او نسبت به داشتن صمیمیت شدید فقط در حد سطحی اختیار با شماست که این بخش از شخصیت نامزد یا همسر یا پارتنرتون رو بپذیرید یا خیر اما آیا کاری هست که شما انجام بدین تا دو جانبه بودن و همدردی رو در اون تشویق کنه؟ دو نکته کلیدی در این خصوص وجود داره اول اینکه برای پارتنرتون مدل عالی از دلسوزی و توجه مثبت بیقید و شرط باشید در همه موقعیت ها تلاش کنید تا واقعا به پارتنرتون گوش بدین نه تنها نسبت به اونچه میگه واکنش نشون بدین بلکه توجه کنید که رفتار او چه چیزی رو در مورد احساسش آشکار میکنه با انجام این کار تمایل واقعی رو به درک و تفاهم با نامزدتون نشون میدین اغلب این همدردی و صمیمیت عاقلانه و کامل به شخص نمایشی کمک میکنه کوتاه بیاد و بینش خودش رو در مورد نیازش به جلب توجه روش بده و منعکس کنه به علاوه همدردی شما برای اون یک مدل خواهد بود نکته کلیدی دوم اینه که هر گونه اصلاحی رو در احساس همدردی همسر یا پارتنرتون تقویت کنید یعنی لحظه ای که او علاقه واقعیش رو به شما یا تلاش برای فهمیدن اینکه شما چه احساسی دارید نشون میده اون رو ستایش کنید به اون بگید که تا چه حد این توجه به رفاه شما باعث میشه احساستون نسبت به او بیشتر بشه و راهکار یا توصیه آخر اینه که انتظارهای واقع گرایانه داشته باشید اگه یه تیپ شخصیتی نمایشی رو دوست دارین با کمال میل در مورد اینکه پارتنر یا همسرتون چقدر میتونه تغییر کنه واقعی را باشید این رفتارهای نمایشی در سنین پایین شکل گرفته و الان کاملا فسیل شده همونطور که رفتار نمایشی پارتنرتون میتونه باعث سردرگمی و ناامیدی شما بشه همینطور ممکنه باعث ضعف، شکست و ناراحتی خودشم بشه پارتنر شما ممکنه به طور مبهمی آگاه باشه که نیازمندی بیش از حد و میل اشباع نشدنیش مربوط به ناامنی پنهان شدهشه پارتنر نمایشی شما ممکنه گاهی افسرده بشه ممکنه به خاطر وضعیت او ابراز تعصف و ناراحتی داشته باشین اما در این حال باید اون رو با چشمهای کاملا باز نگاه کنید بله پارتنر شما ممکنه در طول زمان احساس نیازمندیش کمتر بشه البته این فرایند به کندی پیش میره غیر ممکنه پارتنر یا همسرتون به جایی برسه که دیگران اونو نمایشی ندونن شما باید راهی برای پذیرفتن آشفتگی احساسی و حد معینی از نمایش بازی کردن پیدا کنید یا تصمیم بگیرید که به روش او پیش برید خب حالا یک سوال مهم رو میخوام جواب بدم و اون اینکه چه زمانی باید ترک بکنید این فرد رو چه زمانی باید این رابطه رو به اتمام برسونید ممکنه برخی از راه های پیشنهادی ذکر شده رو امتحان کردین و به جایی رسیدین که احساس میکنید چیزی برای نجات رابطه وجود نداره رابطه با شخصیت نمایشی میتونه خسته کننده و حتی تخریب کننده باشه من قبلا به شما توصیه کردم که حد و مرز مشخصی رو قرار بدین اگه تصمیم به ترک دارید باید بدونید که ممکنه پارتنرتون بسیار عصبانی بشه شاید قصد او از توسل به رفتارهای افراطی این باشه که شما رو در رابطه نگه داره یا از شما انتقام بگیره سابقه پارتنر شما احتمالاً الگویی از فریبکاری احساسی رو نشون میده امکان داره در صورتی که احساس درماندگی و ترس از متارکه پیدا کنه این فریبکاری به حد اعلای خود برسه مجددا توصیه میکنم بر موازهتون پافشاری کنید و مراقب خودتون باشید شبکه حمایتی قوی از اطرافیان خودتون تشکیل بدید و به درستی از خودتون مراقبت کنید هرچند پایان دادن به یک رابطه دشواره اما موندن در یک رابطه بسیار بد بسی دردناکتر و دشوارتره. در آخر به صورت خلاصه باید بهتون بگم نکاتی در مورد تیپ شخصیتی نمایشی میتونه برای شما بسیار جذاب باشه جذابیت ها میتونه فراخان وسوسه شما و از لحاظ احساسی سرگرم کننده باشه این اشخاص میتونن گرما و حرارت در شما ایجاد کنن. انگیزه ی عملی هر چی که باشه زندگی با پارتنر نمایشی مملو از جلب توجه بیپایان ابراز احساسات پیشبینی نشده رفتار نامناسب اجتماعی و جنسی و خلای احساسی که نهایتا باعث تنهایی شما میشه به گونه واقعی شما متصدی تمام وقت این شخص خواهید بود همیشه تلاش میکنید که او راضی و خرسند بمونه و با جلب توجه کامل شما ارضا بشه این یک کار خسته کننده است بیشتر ما نیازمند ارتباط احساسی واقعی و دو جانبه در یک رابطه عشقی طولانی مدت هستیم